داستان آبی که ری مشاور یه لیوان آب برداشت و ریخ روی زمین وقتی آب به خانم آقا دو تا ابر اسفنجی داد تا آبی که ریخته رو زمین رو جمع کنن و برگردونن توی لیوان زن شوهر متعجبانه این کار رو کردن و بعد نشستن مشاور گفت خب لیوان رو بگذارید روی میز و کمی صبر کنید بعد از کمی سکوت مشاور گفت ببینید شما همه آب ریخته شده رو نتونستید جمع کنید آب کمی هم که با من جمع کردید گلالود شد البته الان بعد از مدتی کمی تهنشین شد اما زلالی قبلو نداره با هر بار که کمترین تکون لیوان میخوره آب دوباره گلالود میشه و باز باید سب کنید که تهنشین بشه آیا میشه به نبودن میکروب تو این آب اطمینان داشت؟ این دقیقا زندگی ما آدم هاست. گاهی با یه رفتار شتاب زده و غیر منطقی و عجولانه یه تصمیم اشتباه میگیریم. مثل اون آب میشه که ریخته. اما بعد سعی میکنیم جمعش کنیم و اون تصمیم اشتباه رو حل کنیم. اما خیلی زمانی برد تا آب گلال رو جمع شده از روی زمین زلال بشه. یعنی زمانی بره تا اون رفتار بد رو فراموش کنیم. لیوان مثل قبل آب نداره. کمتر شده. یعنی ظرفیت قبلیمون رو نداریم. چون یک بار از ظرفیتمون کم شده و با کمترین تکونی دوباره آب گلالود میشه و این بار خیلی زمان میبره که دوباره آب زلال بشه. یعنی دوباره بتونیم همو تحمل کنیم. پس سعی کنیم زود و شتاب زده تصمیم نگیریم. شاید دیگه فرصت نباشه آب ریخته شده رو جمع کنیم. سعی کنیم حرفهایی که زندگیمون گلالود میکنه نزنیم. سعی کنیم زندگی رو مثل شستن لیبان و پر کردن آب تمیز و زلال همیشه تمیز و بانشاد نگه داریم.